در این قسمت میخوام نحوه ذخیره کردن تنظیمات دلخواهتون رو توی برنامه زی مکس آموزش بدم. ممکنه که به عنوان مثال شما سیستمی که دارین باهاش کار میکنین یک سری اطلاعاتی رو نیاز داشته باشین و شما این اطلاعات رو روی سیستم خودتون تنظیم میکنین، اما وقتی مثلا وارد یک با یه سیستم دیگه وارد برنامه زی مکس میشین و میخواین این اطلاعات رو تنظیم کنین دوباره وقت گیر باشه براتون. برای این کار ما به بخش فایل زیر منوی پریفرنس میریم. به عنوان مثال در قسمت استاتوس بار برنامه‌ای که من دارم باش کار میکنم یا سیستم اپتیکی که من طراحیش کردم خب پاراکسیال نیست. من حالا فاز کانونش رو میخوام اما پاراکسیال نیست و اندازه تصویر پیرامحوری برای من کاربردی نداره. من در اینجا میام عدد A یا ایمیج اسپیس NA رو انتخاب میکنم که ممکنه برای من مورد نیاز من در اون سیستم اپتیکی باشه. گزینه سیو رو انتخاب میکنم و یک نام برای تنظیماتم قرار میدم و سیو رو انتخاب. حالا اگر من دوباره به گزینه پریفرنس بیام و این گزینه رو روی پارسیال ایمیج های قرار بدم، این تنظیمات اولیه زیمکس من بود. حالا من میخوام اون تنظیماتی که الان تنظیم کردم، یعنی به جای پارسیال ایمیج های به من عدد آ رو نشون بده، به قسمت پریفرنس میام، گزینه لود رو انتخاب میکنم، به مسیری که اون فایل رو سیف کردم میرم و اون رو اوپن میکنم. میبینین که عدد آ در اینجا برای من نمایش داده شد. به این صورت من میتونم خیلی راحت تر تنظیمات خودم رو سیف کنم و در برنامه دیگه‌ای که باهاش کار میکنم یا رو سیستم دیگه‌ای این تنظیمات رو بدون اینکه بخوام دوباره به صورت دستی وارد کنم به این صورت وارد کنم. فقط باید توجه داشته باشیم که هر قسمت از تنظیمات که ذخیره میکنیم مربوط به همون دکمه‌ای یا تبی هستش که ما درش قرار داریم. این تنظیماتی که من ذخیره کردم فقط مربوط به تب استاتوس بار میشه و اگر بخوام به عنوان مثال تغییراتی رو روی بخش فولدر اعمال کنم باید دوباره از این قسمت یک فایل جدا سیو کنم و وقتی که بخوام این فایل رو لود کنم رو تب فولدر قرار بگیرم و گزینه لود رو انتخاب کنم.